سلام دوستان گرامی، خدا کنه که جور و صحت باشین. امروز من میخوایم طرز تهیه گلاب جامنه بر شما یاد بدم. البته از ما یک دوست ما خواهش کرده بودن که بر ما گلاب جامنه جور کردنش نشان بدین. من امروز با او دوستم که از ما خواهش کرده بود، من برشون تیار میکنم. خدا کنه که خوششان بیایه و خوش همه دوستانم به همه گی مجور کردیم. هر کسی که خواهش کرده خواهش میکنن و به دو دیده تیار میکنم. اگر وقت داشتم بر شما زود جور میکنم، اگر که وقت نداشتم مرا ببخشین، باز انشالله بر شما تیار میکنم. چیزی که لازم است و گلاب جامن ما، من بر شما میگم که چی اولتر استفاده میشه و چی ضرورت میشه که من تیار کنم. از هم اولتر من موادایش بر شما نشان میتم، بعد از او تیار میکنم بر شما. دوستان عزیز، یکی هست دو دانه تخم مرغ، یک گیلاس شیر خشک، یک قاشق بیکینگ پودر، یک قاشق آرد ساده. البته آرد ساده ما یک قاشق غذاخوری است، بیکینگ پودر ما یک قاشق چای خوری و آرد سامونلا یک قاشق غذاخوری است که من استفاده میکنم. هی از یک گیلاس بوره، دو گیلاس آب، یک قاشق چای خوری ایل چای، گلاب، عرق گلاب، یک قاشق غذاخوری استفاده میکنم. اینال ببینین، من بر شما از اولتر شربتش جور میکنم. باز موادش، من اول بر شما شربتش تیار میکنم. آب مندازم دو گیلاس، یک گیلاس هم بوره، یک قاشق چای خوری هم ایل چای، یک قاشق غذاخوری هم عرق گلاب، دوستان عزیز مایی را خوب شور میتونم که بوری ما حلب شوه و میمونم که شربت ما قسم شوه که نه سخت شوه و نه اوگین باشه، که اگر سخت شوه باز گلاب جامن ما درونش خود همی شربت شا کش نمیکنه، اینطور جذب نمیکنه. ما باز بر شما نشان میکنم، فعلا خیلی منتظر باشه. ببینید دوستان عزیز، من زیاد شربتش غلیظ نکردم به خاطر که باز جذب نمیکنه خود چیما. من ایرا اوشا میمونم وقتی که چیما جور شد امیرش، باز بعد از او من درون شربت مندازم. روغنتان که ماندین دوستان عزیز زیاد داغ نکنین که رویش میسوزه و رویش میسوزه و درونش خام میمانه. من خیلی بر شما خمیر کردن چیره یاد میدون گلاب جامنه. ببینین، من اول شیره یک گلاس مندازم و آرد ساده را یک جا میکنم. قطع میکنم میره با شیر خشک و سامونلا آرد سوجیره، خوب قطع میکنم. یک قاشق چای خوریام
بکین پودر. خوب یاره خوب گد کنین تا که کلش یک جا شوه. خوب که یک جا شد لغت نمانه آردش بکین پودرش خوب سهی یک جا شوه برایش. تخمه لط میکنم خوب سهی لط کشد. باز دبنی مواد جور کریم اندازم ببینم خوب مای راست دایستا همراه موادم یک جا میکنم. مسکر که یک قاشق خوری چوب کردم ماندم که درون مایکروی فاو شوه درون از این اندازم. دقت میکنین که درونش که موادش هست خوب گد شود و من کم مسکی دیگه کدم یک قاشق مانده باز گد میکنم بهش. ببینین من چقدر ایره مکس میکنم و موادش گرچه بعد از او که من ایره از چی کردم از شقاب خوب ایره که گرد کردم بعد از او بروی میز مندازم خوب همراه دستم عوار میکنم تا که عوار میکنم باز به این شکل جورش میکنم. بعد از او باز جور کردن چه میتونم شما ببینین من خمیره تیار کردم و بسیار خورد خورد میره کلوله کلوله میکنم. اگر در دستتان دوستان ازی چسبید کمه دستتان آب بزنین. من تمام شده اونو متوبایی می شکل یک برابر جور می کنم. بعد از او بس نشان می تو جور کنم ببینید دوستان عزیز من از خمیره که خمیره که من بر شما نشان دادم از او تقریبا 15 دانه جور کردیم که کلش یک اندازه است و وقتی که شما در روغن انداختین کوشش کنین که روغنتان زیاد داغ نباشه به خاطر که رویش می سوزه و درونش خام میمونه. دوستان عزیز ببینین ما روغن زیاد سرخ نکردیم هستا هستا مندازم درون روغن که درونش خام نمانه.
و آیستا آیستا روغن ششور بتین خودشانی به خاطر که بسیار نرم است باش باش میشه. زیر شام پخش بانین که نسوزه. متوسط بایی خوب سعی کنین. من در اون شربت انداختم و ایره ما میمونم برای درقه که شربت جذب شوه، جذب کنه شربت. باز بعد از اومد در اون ظرف دیگه بر شما نشان میدم.